رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، سلام، بفرمایید. تشکر از وقتتون. من شما یه شخصی هستم، 68 سالمه و یه مسئله برام پیش اومده که یه مقدار غیر معموله. میخواستم اینو با شما شیر بکنم. من خودم شغلم کانترکتر، ست لایسنس کانسترکشن دادم. در مارچ سال 2021 شب از سر کار اومدم، شام خودم خوابیدم، صبح که بیدار شدم دیدم پاهم کار نمیکنه. از کجای پاتون؟ از کجای پاتون، زانو به پایین یا از رون؟ از رون به پایین. اوکی. یعنی هیچ حسی نداره. به هزار زحمت رفتیم بیمارستان، در وهله اول گفتن سکته کردی، بعد معلوم شد نه سکته نکردم. منو فرستادن پیش متخصص مغز و اعصاب. از اون تاریخ تا حالا یک سال که 2021 پیش دکترا بودم، هیچ کدومشون هیچی نفهمیدن، چون که فول بادی امارای کردن، هیچ اشکالی در هیچ نقطه‌ای وجود نداشت و معلوم نشد که این مسئله از چی پیش میاد. و این مسئله تا حالا هم ادامه پیدا کرده که من نمیتونم راه برم، چون پاهام بالانس نداره و نمیتونم راه برم، چون پاهام نمیتونه قدرت وزن بدنمو تحمل بکنه. آیا یه پرسه، بهتر و بدتر شده یا همینجوری یک دست تو این یه سال خورده ای مونده؟ یه مقدار بهتر شده، ولی طوری نیست که من بتونم به طور معمول راه برم یا کار بکنم. خب آخه این یکی از اون مواردی است که به عنوان بیماری‌های سایکوسوماتیک روانتنی می‌شناسم. مطمئنم به شما گفتن شاید اصلا ریشه مسئله روانی هیچ ارتباطی به جنبه پزشکی یا فیزیکی بدن شما نداره. خب یه دکتری بود، خیلی عذر می‌خوام، یه دکتری بود که تو UCLA بود، که چاینیز بود، پروفسور مغز و اعصاب بود، گفت این بهش میگن conversion disorder. right. ولی تو همون راه علاجش چیه نمیدونم. ببینید، مسئله همطور که اون گفته یه زمینه روانی موضوعه. خب به شما نگفتم که باید با یه روان پزشک و یه نورولوژیست ترکیب این دوتا کار بکنی؟ نه خیر. آخه ما وقتی میریم دکتر فقط انتظار نداریم که تشخیص بدن، میدونید. من اگر اومدم دکتر یه چیزی رو روک به شما بگم، منو های بردن، بعد دیدن نمیفهمن چه، سعی کردن خیلی محترمانه از سرشون باز کنن. آخه من فکر نمی کنم عزیز. آخه ببینید، منی که اصلا کار تخصصم نیست، همطور که اتوان دوست قبلی اشاره کرد که اون مشکل داشته، فراوون دیدم. ببینید عزیز، یه زمانی هست که من یه درد فیزیکی دارم، حالا از سردرد گرفته، مشکل تنفسی گرفته، مشکل بینایی گرفته، مشکل جهاز هاضمه گرفته، مشکل مربوط مثلا به حرکات فیزیکی بدن گرفته، که اینها دلیلش مسائل روانی است. یعنی من یه مشکل روانی دارم و اون مشکل روانی آمده علائم فرض کنید که پزشکی رو یا فیزیکی رو نشون داد. درست مثل فرض کنید شایع ترینش بچه های کوچه که 5-6-7 ساله هستن، که به دلیل استرابی که از مدرسه دارن یا وحشتی که از مدرسه دارن حالت استفراغ پیدا میکنن و یا تنگی نفس پیدا میکنن. خب در اینجا بیماری جهاز هاضمه به یک اعتبار یا تنفسی ندارن، ولی یه بیماری روانی که استرابه یا وحشته، این بیماری رو هم در اونا موجب شده و ریشه شونه، و تا زمانی که اون استراب و وحشت از بین نره این مشکل سر جاش هست. بنابراین وقتی که در جهان پزشکی در حد کمی که من میدونم در مواردی از این قبیل، نه موردهای دیگه سایکوسوماتیک یا روانتنی نیستن، بیماری پیدا میشه که با معاینه دقیق، حالا امارای هر نوع، عکس برداری، هر چی که هست، نمیتونن بفهمن چرا. بعدم اونقدرها به داروها جواب نمیده یا جوابی است که رابطه علت و معلول اون رو متوجه نمیشن که چی سبب. خب میرن سراغ سایکوسوماتیک. حالا شما، البته من این ماجرا به این سادگی ها نیست، چون
وقتی که من به خاطر مسائل یا موضوعها و مشکلات روانی مشکلات پزشکی پیدا میکنم، غالبا دلیل اصلیش پنهان بودن و یا ماسکی که به صورت خودش زده که شناخته نشه درش هست، یعنی به این راحتی ها دسترسی نداره. من وقتی با افرادی که مشکلات سایکوسوماتیک و روانتنی روبرو میشدم و فرض بر این بود که چنینه، برخی از اوقات بعد از 20 جلسه 10 جلسه یه دفعه معلوم شد که اصلا موضوع به یک مطلب خیلی خندداری مرتبطه. مثلا من در کودکی وقتی مریض می شدم می گفتن تو خونه بخواب، و بعد نه تنها به من محبت و توجه می کردن، می گفتن تو مسئول هیچی نیستی، اصلا نگران نمره و مدرسه نباش. حتی برای راضی کردن من معلم می اومد می گفت که من نمره تو دادم، تو خونه استراحت کن. حالا لطفا وضعم دقت کنید، شما در زندگی در یه موردی قرار گرفتید که باید اقدامی بکنید و به هیچ وجه توانایی گرفتن اون تصمیم و اقدام رو ندارید. این هم میتونه در جهت زندگی خانوادگی باشه، هم میتونه در چارچوب مسائل بیزینس و کارتون باشه، هم میتونه در جهت تصمیم بزرگ برای جابجایی یا مواردی از این قبیل باشه، و یا نزدیکی و دوری به کسانی که بسیار به شما به هر حال ارتباط خاصی دارن، مثل خواهر و برادر و ترک پدر مادر. اینا نتیجتا شما رو میره فلج میکنه. معناش و پیامش اینه که من هیچ کاری نمیتونم بکنم و حالا شما از من مواظبت کنید، مسئولیت تصمیم گیری یا عمل رو هم از من بگیرید، چون من موارد فراوانی از این رو دیدم. حالا پرسش من از شما اینه، در حدی که خودتون میدونید، از حدود مثلا 3 ماه قبل از اون دوران و که معمولاً تا به حال باید به نوعی شاید ادامه داشته باشه، واقعا چه مسئله زندگی شما، خانوادگی شما، شغلی و کاری و درآمد و ارتباطات شما به هم ریخت؟ عرض بکنم. ببین، موقعی که پام اینجور شد، کارم رو از دست دادم. بعد از که کارم رو از دست دادم، نتونستم کار بکنم، تمام پسنداز و تمام لوازم و وسایلم رو از دست دادم. یعنی شدم هیچ، شدم صفر. بعد سال گذشته، سال 22، با همین وضع زندگی کردم که هر روز بدتر می شد و از لحاظ درآمدی شده بودم هیچی. و خب آخه این بعد از اون اتفاقه. نه، صبر کنید، من دنبال قبلش می گردم. شما برای یه جوری دارید صحبت بکنید که گویی خانواده‌ای، همسری، فرزندانی ندارید، درسته؟ چه داستان؟ دارم. نه خب نصب کنید، شما همسر دارید، درسته؟ با هم زندگی میکنید، اینطوره یا نیست؟ بله، دو تا هم پسر دارم. بچه ها چند ساله هستن؟ 35 و 38. آیا با شما که زندگی نمی کنن رفتن؟ یکیشون با ماست، یکیشون رفتن. و هر دو ازدواج کردن نکردن؟ داستان ازدواج نه، یکیشون ازدواج کرده. همونی که رفته یا اونی که مونده؟ بله، اونی که رفته. خیلی خب، حالا شما من بگید، ببینید اینا برخی از اوقات از یک حالت خشم سنگین و شدید، احساس فریب خوردگی، احساس از دست دادن کنترل، احساس از دست دادن چیزهای مهم. یعنی فرض کنید مثلا همسری که شما یه تصویر و تصوری ازشون داشتید، یه دفعه اومده میگه من میخوام طلاق بگیرم. مثلا طلاق گرفت آقای دکتر، همین هم یکی از مسائل. چند وقت قبلیشون طلاق گرفت؟ اون موقع که پاهم اینجور شد، اونم درخواست طلاق شد. خب آخه ببینید، همه شما دارید به بعد از پایین اشاره میکنید. نه، قبلا مسئله طلاقی رو نبود. خب همین دیگه. ببینید شما به نظر من، ولی نسبت به من هم پسرام هم خانم خیلی بی‌توجه هم. خب برخی از اوقات حرف شما درسته، برخی از اوقات انتظار و توقع شما واقع بینانه نیست. ببینید من فکر میکنم شما احتمالش رو میده. الان گفتید 62 سال طوله، مثلا از 55 سال، 68 سال، از مثلا 62 سالگی احساس خطر میکردید که همه چیزایی که براتون مهمه رو دارید از دست میدید، یا حداقل اعتبارتون و اهمیتتون در از دست میدید در ارتباط با همسرتون. همینجوره. خب
اوناست که سایکوسوماتیک دیگه، اوناست که کاملا دقیقاً نشون میده. دقیقاً حرف شما درسته. یعنی اون یه مکانیزم کاملا شناخته شده است که گفتم من، چون شاید بتونم بگم صدها ولی ده ها بار شده که با دوستانی رو بشم مانند شما و بعد از مدتی معلوم شده سایکوسوماتیکه. و جالب اینه که همینقدر که بدونیم سایکوسوماتیکه و کمی روش کار بکنیم، یعنی شما یه گفتگویی داشته باشید در مسئله مربوط به همسرتون یا بچه ها و شما رو به اینجا برسونن که این یه واقعیت میتونه حتی سخت و تلخ باشه ولی واقعیت. برای چه نوع پزشکی باید برم آقای دکتر؟ ببینید خب کار شما در یه همچه چارچوبی فقط روانشناسه، چون اونقدر روان پزشکی هم نمیخواد برای که کاری نمیخواد براش بکنه. ببینید بیاد فرض رو بر این بگیریم که من آمدم اهمیت زندگی زناشویی، این که با تو ازدواج بمونم، این که طلاق خیلی بده، این که طلاق نمیدونم چنین و چنان میکنه، اینا در شماست شده مثلا در زندگیتون که 100 تا مورد مهم است یه دفعه شده 70، و بنابراین وقتی در مقابل اون قرار میگیرید خودتون رو باخته میبینید و زمینهای روانیش هم داشتید به هم میریزید. در حالی که فرض کنید اگر 5 ساعت 10 ساعت من میتونستم باهاتون صحبت کنم، اگر موضوعی بود قانعتون میکردم که رفت که رفت، طلاق گرفت که گرفت، طلاق گرفت که گرفت، نه اینکه به دروغ و فریب، بلکه با یه واقع بینی که اصلا این موضوع رو ما برای خودمون اینقدر بزرگ و مهم کردیم و گیر افتادیم. خب در یه چنین صورتی شما یه دفعه متوجه میشدید که من دلیل نداره از پا بیفتم برای اینکه نمیخوام زندگی رو با این برچسب که زندگیم خراب شد به هم بزنم. تازه تعجب نکنید، برخی از اوقات ممکنه به 30 سال قبل، 35 سال قبل برگرده که مثلا خانوادتون با این ازدواج مخالف بودن یا همسرتون یه حرفی زد که 35 سال شما حفظشو خوردید و با خودتون کشیدید یا یه اتفاقی افتاد. یعنی آنچه که شما دارید برای من توضیح میدید منو به اینجا میرسونه که موضوع کاملا روانتنیه، مخصوصا وقتی گفتن نیست. اونم چاره‌ای ندارم، برای که پزشک باید علت رو پیدا کنه، مطمئن بشه، دارو بده. وقتی پیدا نمیکنه چیکار کنه؟ یعنی برحال هم میدونه که با یک هم علم ناقص خودش روبروست، حتی با علمی که ناقصه روبروست که پاسخ همه موضوع ها رو نداره. پارسال 83 میلیون آدم با وجودی که بیشترشون تو بیمارستان بودن فوت کردند و مردن و پزشکی نتونسته کاری بکنه. بنابراین گله و شکایتون از پزشک و پزشکان نمیتونه باشه. همینقدر که شما رو توجه بدن به مسئله روانتنی یا سایکوسوماتیک که خیلی هم شایع، اصلا یه بحث بسیار جدی است در روانشناسی و روانپزشکی و حتی در نورولوژی، برای که برخی از اوقات این واکنش‌های مربوط به مغز و اعصاب میشه. بنابراین شما یه روانشناس خوب میخواید پیدا کنید، آقای 40 50 ساله باشند که تحصیلات خوبی کرده باشند از یه دانشگاه خوبی و گفتگو با شما رو ادامه بدن و من فکر میکنم متوجه بشن که شما چرا به اصطلاح، ببینید در زبان عربی به باب تفاعل یه چیزی که میره یعنی وانمود کردن، یعنی من مریضم، تمارض یعنی خود رو به مریضی زدنه. جان بعد فقط مسئله که الان من خیلی ناراحت میکنه، تمام خرج و مسائل خونه افتاده رو گردن زنم و این یکی از مسائله که من خیلی آزار میده. بخود در حال ما دومین مسئله که در واقع حسن ختام این بحث ماست اینه که از صبح تا شب فقط در فکر اینم که چجور از خودم از بین ببرم. خب این حسن ختام نمیدونم شما مگر حسن ختام باشه، حسن ختام چی آخو برای خود بازی در بود. خب همین هست دیگه. نه بذار راحتت کن، شما فرزند چند دومه خانواده ای؟ اول چند تا خواهر برادر پشته؟ یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، یه برادر کوچکتر از خودم. آخه این پرتوقعی و لوس بودن رو از کجا یاد گرفتی؟ آیا دوربری هایچ وقت بهت گفتن شما خیلی لوس و نونوری به قول معروف، خیلی پرتوقع و پرانتظاری؟ چیکار کردم آقای دکتر؟ آخه با یه جوری نشون میدیم شما با یه کسی ازدواج کردید بعد با یه مشکل جدی روبرو شدید، خب معلوم همسرتون باید این بارو بکشه، برای چی ناراحتید؟ خب بکشه، برای من ایشون چیکار میکنه سر کار؟ مگر آدم کار نکنه؟ الان نه هیچ اتومبیلی دارم، نه پام کار میکنه، اصلا
مثل زندان افتادم تو اتاق. اصلا من به شما نمیگم که حال شما خوبه، خیلی خیلی بده عزیز، اون که یه واقعیت، اونی که نمیشه انکارش کرد، ولی من ریشش رو در ذهنیت شما میبینم. من در ذهن شما میبینم که تصمیم گرفته این گونه باشه. ببینید الان مطالعاتی هست که مثلا آدم ها اصلا کور میشن، به اصلا نمیتونه ببینه. حالا شما بدنتونه واقعا توانایی دیدن نداره. چرا؟ برای اینکه یک مشکل روانی تبدیل به یه واکنش پزشکی شده. من با این آدم ها که اصلا نمیتونست ببینه کاملا آشنا هستم. نه اینکه دروغ میگفت، دکتر چشمش هم میگفت که این توانایی برومه به نوعی اون پروسه‌ای که باید صورت بگیره برای دیدن در مورد این آدم صادق نیست. بنابراین شما سراغ یه روانشناسی برید مرد، که بتونه تو این زمینه کمک بکنه که شما پی ببرید از کجا میاد. ولی انتظارات شما، توقعات شما، بعد ویژگی‌های روانیتون، تیپ شخصیتیتون که یه علائمی از خودشیفتگی یا اینا رو نشون میده، فرزند اولم هستید مثل من، همه اینا کنار هم به نظر من موجب این مشکل شده. یعنی خدا شاهد میگیرم واقعا خسته شدم. معلومه واقعا خسته شدید. بنابراین یک همین هم هست عزیز، اصلا دنیا رو خوب نساختن. من خاطرم از سر کلاس در ایران درس میدادم، یکی از این خانمایی خیلی به هر حال مذهبی به من برگشت گفت استاد اون دنیا برید جواب خدا رو چی میدید؟ گفتم دختر من اگر برم اون دنیا، این خدای توئه که باید جواب چند تا سوال منو بده، چرا اینقدر دنیا رو بد ساخته؟ مثلا بعدم تازه تعریفم میکنه که بهترین خالقینه، کجاش بهترینه؟ اولا طبیعتی درست کرده که اساسش بر ظلمه، هرچی هم که درست میکنه نابود میکنه و از بین میبره. من نمیدونم این کجاش خیلی خوبه. بعد ما یه دلمون رو خوش کردیم، اونطور که در بحث روز دوشنبه هم داشتم، به عالم قبل و عالم بعد و اینا فکر کردیم. اینا رو اگر سرهم کنیم میتونیم اوضاع رو درست کنیم و به دفاع از طبیعت و واقعیت بپردازیم. از زندگی سخت و مشکله. من تو کلاس ها بسیار از وقت درسی که درباره مسائل عمومی داشتم روی تخته یا انگلیسی یا فارسی بود، Life is very difficult، یا زندگی سخت و مشکله، هر کسی نخواد اینو بپذیره مسئله است. اصلا هم ساده نبوده، برای هیچ کس هم ثابت ساده نبوده، برای خود خودم ساده نبوده، برای که با وجود سر 24 تا جای نرسید. همه چیمو از دست دادم. خیلی خوب دارید که آخه چیزا بود و نبود. این چیزا منم الان 50 تا ساختمون که دور برمونه مال من نیست، همه رو از دست دادم. عزیز ببین، نه این نگاه هاست که کار دستت داده، این طلبکاری، این خشم و طلبکاری و نارضایتی شماست کار دست داده، این انتظار و توقع شماست که کار دستتون داده. یعنی یه احساسی میکنید که در حق شما ظلم شده و حالا این ظلم رو و یا این ترسی که حق دارید رو دارید تبدیل به خشم میکنید، ولی چون این خشم رو متوجه دیگران نمیخواید بکنید، متوجه خودتون کردید که مسئله خودکشی رو مطرح کردید. بنابراین لطفاً و حتماً یه آقای روانشناسی رو پیدا کنید، اگه حضوری هم باشه بهتره، تلفنی هم باشه شاید جلسات اولش کاری نشه، ولی یه جلسه هم دیگه رو ببینید که در دنیای ذهنتون نباشه، یا بر طریق اسکایپ باشه که به هر حال دیداری داشته باشید، هم دیگه رو ببینید. لطفاً با او کار کنید. من چون فراوون، نه یکی دو تا، ده تا، صد تا رو حتماً سایکوسوماتیک داشتم و همه خوب خوب شدن، فردا صبح بلند شده مثل شما مثلا راهش رو رفته، بعد از حتی دو روز ورزش اگر مدتی بوده تونسته به راحتی حرکت کنه. امیدوارم شما هم به اونجا برسید. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.